سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا سر آخرین ویدیویی که با آرین درست کردیم، اگه هنوز ندیدین برین نگاه کنین، بعدم برین ویدیویی که آرین گذاشته رو نگاه کنید. سر آخرین ویدیویی که درست کردیم خیلی پیغام گرفتم، خیلیاتون پرسیده بودین که چجوری وکاله رو میکس کردم، خیلیاتون هم پرسیده بودین که چجوری گیتاره رو میکس کردم. خلاصه دیگه پیغام انقدر زیاد شد که تصمیم گرفتم حتماً یه ویدیو کوتاه و سریع در واقع درست کنم و بهتون نشون بدم چجوری این کار کردم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفاً این سابسکرایب رو بزنید. قبل از اینم که سابسکرایب کنید حتما کامنت بذارید و لایک کنید، به خاطر اینکه میگن چون که بچه ایران از وی پی ان استفاده میکنن در واقع سابسکرایب رو میپره. من اول این قضیه رو باور نداشتم تا اینکه چند روز پیش یهو 15-20 تا سابسکرایبرام پرید و دیدم که آره، مثل اینکه شایعه نیست و در واقع این داستان واقعیت داره. پس حتما همین الان یه کامنت بذارید این زیر، لایک کنید ویدیو رو و سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که دفعه بعدی که ویدیو گذاشتم واسه نوتیفیکیشن بیاد. دمتون گرم، بریم سراغ ویدیو. خب قبل از اینکه بریم سراغ میکس، اول چیزو بهتون نشون بدم. گیتار که همه میدونن من معمولا از امپل گیتار F استفاده میکنم. این تازه قدیمیش هم هست، ورژن آپدیت شدهش نیست، ولی خب راحتم دیگه، مشکلی باش ندارم، همه چی توش اوکیه. حالا بریم سراغ میکسر ببینیم اونجا چی کار کردیم. خب آقا من از گیتار ریگ 5 استفاده کردم. حالا بالیش اینجاست که من اصلا از گیتار ریگ زیاد استفاده نمی کنم چون زیاد حال نمی کنم. خلاصه اینجا پریست هارم نوشتم، همونطور که میبینین میریم دنبال این پریست میگردیم. خب اینا هاش بریت یور هولت، اینو که بزنم نیم ساعت وقت دارم که در واقع از پریست گیتار ریگ استفاده کنم. اوکی خب کاری که فکر کنم کردم تو این تغییری که دادم این بود که اینجا واسه دیلیش از تپش استفاده کردم و مترونوم رو روشن کردم و تپ رو زدم که تایم دیلی رو درست انجام بده. خب حالا اگه من تمام این افکت رو در واقع بردارم، خود گیتار ریگ اینجوری ازدش. خب این کلن دیلیش رو میاریم پایین تر. خب این پریست اوله، بریت یور هول. بعد از این من ریورب گذاشتم، سایز خیلی بزرگ و تمون هم تقریبا 47%. استریو شیپر گذاشتم، پریست استریو رایز 3. بعد از اکولایزر استفاده کردم، همونطور که میبینید یه ذره مید رنج و هایندمون رو خیلی زیاد در واقع کات کردم. آخری هم افکت رکس رو گذاشتم، پریست درت اکو رو گذاشتم، میکسمونم خیلی کمه، در حد 15% و همش با هم همچین چیزی شد. یه چیزی هم بچه بهتون بگم، همونطور که میبینید من با ولاسیتی ها خیلی بازی کردم به خاطر اینکه میخواستم اون حالت گیتار واقعی رو بهمون بده. همونطور که میبینید ولاسیتیمون خیلی در واقع حالت صدا رو سعی کردم طبیعی کنم دیگه، انگار که یه گیتاریست واقعی داره میزنه. به اضافه اینکه بعضی از این نوت‌ها رو آفست کردم، یعنی از اون مثلا اینو نگاه کنید، بی رو نگاه کنید، روی بیت دقیقا نیستش، یه ذره آفستش کردم که اون حس واقعی بودن و اینکه مثلا چون هر چقدرم حالا خوب یه گیتاریست در واقع گیتار بزنه، بعضی وقتا ممکنه بعضی نوتا رو آف تایم بزنه یا رو تایم دقیقش نزنه. اینم خواستم بهتون بگم. حالا میریم سراغ لاین دوم، یعنی گیتار دومی که میاد تو کار. اونم دوباره از در واقع گیتار ریگ استفاده کردم، پریست بلک سان گاردن. Uh,
ببینید خیلی پریست باحال کلن آن گفتم اون رو که گفتم با گیتار ریک زیاد حال نمی کنم ولی این دوتا پریست واقعا قویه، یعنی خیلی پریست خفنی هست. تنها فرقی که داشت با اون در واقع گیتار اولمون این بود که نوع اکولایز کردنم فرق میکرد، یعنی من همچین شکلی اکولایز کردم گیتار در واقع دوممونو، همون در واقع چیز هست ریورب و استریو شیپر و اکولایزر و همون افکت رک. این چقدر وایده خب حالا بریم سراغ اصل کار که خیلی سوال شده بود، وکالا. من وکالامون اول پریست ها رو آف میکنم. کاری که کردم تو حالا میگم اون ویدیویی که واسه آریان در واقع فرستاده بودم، نمیدونم توجه کردید یا نه، گیتارمون این بود، بعد من در واقع 300 سنت آوردم بالا یا همون 3 میتون اون بالا گوش سمت چپ اگه نگاه کنین مثبت 300 سنت نوشته، اینو که بیارید بالا صدای گیتارمون اینجوری شد. حالا چرا من این کارو کردم؟ من میخواستم 3 سمیتون یا همون 300 سنت بالاتر بخونم که موقعی که آتوتیون میذارم در واقع آتوتیون یه حس و حال بهتری به صدام بده. این یکی از تکنیک هاست که من زیاد انجام میدم، مخصوصا واسه بکینگ وکال و مدل وکال اینجوری. موزیک تموم شد درست کردم، اکسپورت میگیرم یه چند سمیتون، حالا میرم بالا یا پایین، چند سنت در واقع میرم بالا یا پایین و بعد رو اون وکالم رو رکورد میکنم و بعد دوباره برمیگردونم به اون پیچ اصلیش، به اون گام اصلیش و آتوتیون میذارم رو صدام. یعنی الان من اگه صدام رو چیز کنم، اینو اگه ریست کنم، وکال رو پلی کنم، کاملا خارجه، به خاطر اینکه من 300 سنت در واقع بالاتر رکورد کردم صدامو از گام اصلی. حالا این 300 سنت اگه بیارم بالا درست میشه. حالا اینو دوباره برمیگردیم ریست میکنیم و میریم بهتون نشون میدم چیکار کردم. اولین کاری که کردم روی در واقع وکالم کلیک کردم و پیچش رو تا آخر بردم بالا. وقتی این پیچ رو تا آخر میبرید بالا، یعنی یه اکتاو میاد صداتون بالاتر. یه چیز عجیب غریبی میشه ولی خب بعدن آخرش همه چیز عاقلانه و درست به نظر میاد. الان صدام اینجوریه، یعنی صدام اینجوری وارد آتوتیون میشه. این دقیقا همون چیزاییه که توی در واقع وکال ملودی گیتار گذاشتم. یه ویدیو درست کرده بودم که چجوری ملودی گیتار درست کنیم، اگه اونو هنوز ندیدید برید ببینید. روی اون وکالی که در واقع رو ملودی گیتارم درست کردم همچین حرکتی رو انجام داده بودم. خب از اولین چیزی که گذاشتم آتوتیون ای ماینر بود، کیمون ترانسپوز کردم. حالا اینجا یه ذره پیچیده میشه. اونجا به اضافه 12 یعنی یه اکتاو آوردم بالا، توی آتوتیون یه اکتاو آوردم پایین، یعنی صدامون برمیگرده رو پیچ اصلی. حالا شما ممکنه خودتون بپرسید نه چرا اینجوری میکنی؟ صدا رو که اول 300 سنت بالاتر در واقع رکورد کردی، بعدش یه اکتاو آوردی بالا، حالا رو آتوتون یه اکتاو آوردی پایین. این دقیقاً چیزیه که باعث میشه که صداتون تکسچر بگیره و اون حس و حال خاص رو انجام بده. حتی اینپوت تایپ هم من گذاشتم رو لو میل. حالا چه بجز اینا یه چیز دیگه که مهمه فرمتمونه. حالا فرمت رو فعلا خاموش میکنم، گوش کنیم با همینو. صدا همون صداست ولی تو همون گام هم الان برگشتیم، یعنی یه جوری برگشتیم تو گام اصلی ولی میبینین یه حس و حال عجیبی گرفته. حالا من این فرمت اگه بیارم، این تروتلنت 130 رو من خیلی دوست دارم، نمیدونم چرا، اصلا این تروتلنت رو که میذارم رو 130 در واقع حس و حال صدا خیلی باحال میشه. این تروتلنت در واقع تروت میشه گلو، لنت هم میشه در درازه گلو، ولی آره دیگه همون جوری میشه. صدا رو یه ذره تغییر میده، گوش کنین.
حالا اینجا همه چی به نظر عجیب غریب میاد، ولی پلاگینه بعدی باعث میشه که ما در واقع درست شه همه چیمون. این چیزم روی تون اسپیدمون هم رو دهه، اینم خواستم بگم بهتون. خب حالا بعدی استریو شیپر گذاشتم، دوباره یکی از این پریست های در واقع استریو رایس کردن رو گذاشتم، ولی همونطور که میبینین رو 25% گذاشتم. دیلی حالا وال حالا وینتج ورب، و دوباره یه ریورب دیگه خیلی بزرگ. OTT گذاشتم در سطح 40%، 38% گذاشتم. دیکپیتیتر گذاشتم که یکی از مهمترین هاست، باعث میشه یه ذره درایو رو ببریم بالا، یه ذره ساتوریشن و دیستورشن در واقع داشته باشیم. فروتی لا فیلتر پریست لو پاس، دو تا ایکیو گذاشتم، جفتش هم پریست در واقع رادیو خود پارامتریک ایکیوه، دومی هم همینه. همین فیلتره باعث میشه صدامون اصلا از اون خفگی و چیز در بیاد. یعنی من اینجا اگه میبینید کلی کامپرس کردم، OTT خودش کامپرسره، این دیکپیتیتر یه جورایی دیستورشن و ساتوریشن که میذارید در واقع صدا رو یه ذره له میکنه. بعد لوپس گذاشتم که در واقع فرکانسای بالامون کات شه، و بعدش اومدم پریست رادیو رو گذاشتم و همش با هم اینجوری میشه. میدینین چه حس و حالیه؟ یعنی ما از یه همچین چیزی که سه تا در واقع 300 سنت هم در واقع بالاتر از گام اصلیمون بود رسیدیم به یه همچین چیزی. و اینو خیلی جا من استفاده میکنم، رو خیلی از بیتا و موزیکایی که درست میکنم اینو استفاده میکنم، چون خیلی باحال میشه با اینا. حالا کلش اگه بخوایم گوش کنیم همچین چیزی شد. تمام کاری که من انجام دادم، امیدوارم که بهتون کمک لازم رو کرده باشه. اگر هم سوالی دارین حتما کامنت بذارید بهتون جواب میدم. خب امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه، حتما حتما کامنت لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهایی که در واقع بیت درست کردم با لوپی که آریان ساخته بود و برید نگاه کنید، بعدش هم برید ویدیویی که من لوپو ساختم و آریان بیت ساخته رو نگاه کنید. خیلی خیلی از خودتون مراقبت کنید و دفعه بعدی میبینمتون. فعلا.